وای خدا. هانی این کارا چیه؟ چیه؟ من از صدای خندت اومدم ولی داری گریه میکنی. آها، اونجوری که منو برای باباش خواستگاری کرد داشتم به اون میخندیدم، بعدم که یاد بیچارگیش افتادم از اون گریه هم گرفت متینه. بیچارگی چرا؟ میدونی دیشب یه جوری رفتار میکرد که انگار اونه که پدره، یه جورایی مثل پدری که دنبال دارو واسه نجات پسرشه ولی تو جیبش هیچ پولی نداره، بعد داره التماس میکنه که یکی جون پسرشو نجات بده. خب جونشو نجات بده، ثوابم میبری، خدا هم در عوض جون تو رو نجات میده. ولی جون من که در خطر نیست. خودت فکر میکنی که جونت در خطر نیست، وگرنه دقیقا لب مرگی. یادت باشه هانی، چیزی که از جون دادن و مردن بدتره اینه که کسی که دوستش داری از زندگیت بره بیرون. وایسا. آخه زنه که باید کرواتو ببنده. چرا؟ همینطوری اگه نبندم اون یادم میافته، یادمم که بیافته عصبانی میشم و بعد به نفع شوهرم نیست. خیلی خوشتیپ شدی. وایسا. کیفت یادت رفت. دیگه میتونی بری. تو نمیای؟ نه. اول کارمندا. خودت میگفتی که رئیس باید یه ساعت بعد از کارمنداش بیاد، خودت هم یه ساعت دیر میرفتی. خدافظ. خدافظ. پاشو برو رو مبل بشین، همش داری شیطونی میکنی. بیا اینجا. بله. امروز چطور شدم؟ بله. میگم منو ببین، دیگه نمیخوای مخمو بزنی؟ این چه حرفیه میزنی؟ الان داری میترسی؟ دیوونه، دانیال هم که دیگه نیست، کاملا تنها.
میخوای قهوه بخوریم؟ پیشنهاد دادنش که ضرر نداره. ببخشید محفش، واقعا ببخشید. باشه، پس قول بده به اگه یه روزی با زن دعوا شد به دختر دیگه ای نگی که. عجب چیزی شدی. نمیگم. البته تو تقصیری نداری، تقصیر امثال ما هاست. شوهر که هر روز نمیگه عجب چیزی شدی. مثل تو ندیدم، خیلی خوشگل شدی. بعد امثال ما وقتی از زبان یکی دیگه میشنویم حس میکنیم کسی مثل ما نیست. مثل خواهر بزرگترتم، نه؟ زن تو بردار بیار پیشم، بهش میگم ما هممون خوشگلیم، ولی از همه خوشگلتر نیستی. بابام میگفت اگه میخوای بچگی پدرتو ببینی، اولین پسرت که اومد و ببین، دقیقا عین پدرت. پدر منم همینو گفت. روحام که به دنیا اومد اون گفت فکر نکن که این روحامه، این خود منه. حتی اگه بمیرم هم حس میکنم نمردم، چون روحام عین منه. من الان حس نمی کنم پدرم فوت کرده، اصلا همچین حسی ندارم. پس پدرتون اومده بود خواستگاری منو، ازم خواست که بگم بله. نه نه، اون بیشرف. به پدر که بیشرف نمیگن، اون موقع دقیقاً پدرتون بود. خودم با دقت تو چشمش نگاه کردم موقع خواستگاری، واقعا عشق رو تو چشمش حس کردم. اینو دیدم که به خاطر پسرش مثل یه پدر بد اخلاق حسابی خودخواه شده بود، برای همین نتونستم نبگم. من این خواستگاری رو قبول میکنم. حلقه نامزدی هم با خودم آوردم. اگه قبول دارید دستتون کنید. هر وقت دستتون کردید بهم زنگ بزنید، اگه نه که خب متوجه میشم حرف پدرتون رو قبول نکردید.
این لیوان آب و جلوت میذارم. اینو 7 بار بخون. وقتی خوندی 3 بار به لیوان فوت کن. بعدم آبو بخور. ایشالله میاد و میمونه. سلام. داری جایی میری؟ آره. پیش خانم هانیه؟ نه، پیش مامانت. جدا؟ وای، اگه قطی بزن یا بری نمیذاره بیای که. منم از همین میترسم، حس میکنم برم اونجا نمیذاره دیگه برگردم. بابا جون، من سه سوده حاضر میشم و براننده میام پیش شما. حالا اون حلقه رو در آر دیگه، اگه ببینه سوال میکنه وقتی برگشتی دستت کن. اینو پیش خودت نگه دار. حسابی حالت خوبه داری میری؟ خوشتیب شدم ها؟ بله. باشه، پس تو هم دیگه برو، لباسمو عوض کنم. آفرین.